شنوندگان عزیز توجه فرمایید، هموطنان غیرتمند توجه فرمایید، بنا به گزارش اخبار دریافتی سربازان غیور اسلام و نیروهای مردمی در منطقه گمرک خرمشهر دشمن بعثی را که قصد ورود به شهر را داشت آن طرف اربند عقب راندند. اهالی خوزستان، دشمن به خیال خام خود و با دستور اربابان خونخوار با ده‌ها لشکر مکانیزه به سرزمین ایران حمله کرده است. بیدار باشید و با اتکال به الطاف الهی سلاح برگیرید و نظامیان اشغالگر را امتحان میکنیم، امتحان میکنیم، بیرون کنید. امتحان میکنیم، امتحان میکنیم، یک دو سه چهار، یک دو سه چهار. مردم خرمشهر، اهالی آبادان، هموطنان سوسنگردی، روز خون سردی به هوشیاری از زنان و کودکان محافظت کنید و با صبر انقلابی به مناطق امن پناه ببرید. ای دشمن، ای مطمئن باش، کار میکنی؟ زنم داره از دست میره. گفتم که ازم کاری ساخته نیست. بابا یه کاریش بکن. ملیه داره از دست میره، میمیره. خب بلند شده که سرپا. چرا داد میزنی؟ چه کنم؟ آروم باش آقا جان، آروم باش. آه، دکتر نجاتم بده مردو. آه.
دستم به دامنه. ننه قربونت برم، عروسم میمیره. خواهش میکنم دکتر جون، اینجوری فایده نداره. ای خدا پما چه کنم؟ خدایی که چه کنم؟ ببرمش بیمارستان، باید جراحی بشه. ماشین خرابه، وسیله نیست. من نمیدونم رضا، اگر دیر به جمعه زنه در دست میره. همه جا شلوغه دکتر باویلان، همه جا. معطل نکن، من زنگ میزنم بیمارستان به شکون میگم سفارش تو بکنه. فقط وقت و تلف نکن. باشا میگمت، باشا بابا الان میکنه. بابا بلند شه، الان دیوار میرم به رومون. زراجی مگه نمیبینی لامصب خونه خراب داره میکوبه؟ زراجی ملیه داره میزد. گوشت با منه؟ ملیه داره میمیره. باشه حاجی بذار چه کار کنم؟ بیارمش. چی چیه بیارمش؟ مگه نمیبینی؟ شاکه شده. خدا مرگون بده. ای خدا، چه شد؟ نشان؟ ماشین داغونه، نمیشه. حالش میدی؟ حال که دادیم. بله خواهیسا هم بله. بابا خدا بذار من برم. بابا احتیاطت دارم مسلمو. بابا احمده بودو بگوش بشه. نشو شبانم با ماشین بخواه. ای بچه هم ناصله مگه نمیه؟ خود خرید دختره داره میبینه. سرسیه منوره. ای منوره میخواد چیکار؟ بگو حسین بیارن. کلید مرسه بده. ها؟ کلید مرسه بده. بری کلید مرسه یاد میخواد؟ میخوام برم واسیه بیارم. شیره ننه تر اومده. ای خدا نره در آلا من سب باک میخوایی بیا اون میله بده، میله بده، میله بده، میله بده. کمک کن، کمک کن بچه. نمیشه، نمیشه. جوه بیار، جوه بیار. باشم بچه ها چیکار داری میکنی؟ دیالا بجوم نه؟ آب کجاست؟ آه چی؟ خب اندازش میگم آه چیه؟ اسمت چیه؟ چی؟ اسمت چیه؟ مراد من اینجا که نیستی؟ اینجا؟ آه نه آقا مراد رفیق شدیم با چی؟ میگم رفیق شدیم. آره با همین. آره خدا خیره داده. سنگینه؟ چی؟ باتری. برو عراقی ها کجان؟ فعلا تا پشت گمرک. فعلا؟ دیشب تا اون طرف شهر پسشون زدیم. آخه که چی؟ چی؟ بگم تکلیف چیه؟ آی! اوه! فای!
آروم باش. برگرد. آی نه. آی. الان میرم. آی. الان میرم. آی. الان میرم بیمارستان. الان میرم. نه. بیمارستان نه. آی. نه. باید بریم خرمشهر. باید باتریه ببرم. باتریه ببرم. باتری کو؟ کجا میری؟ کجا؟ بده من اینو بشین اونجا من بر میگردم خودتو برس و خورم شد تو هم اونجا باش همشونو بیار آقام ننم اگه آقام نخواست بیاد به تو بیارش سویش رو ماشینه خدا مردو رضا مردو شنش کردی رضا مردو قشمونه دیگه رنگ شده یه نگهش باش موام کن رازی نشد نه خودم به هوای بابات دیگه قشمونه خدا مردو قشمونه سرا خیلی رضا رضا مردو سلام چکو خانم چی شده؟ از مهران چه خبر؟ خب کارم شهره اینجا چی کار میکنی؟ ملیحه آوردم مگه نزایده؟ نه بابام نزایده مبت زایی نزاید دکتر برا نه ای بابا نزا خودش بونه برسد اینجا خانم دکتر خانم دکتر ملیحه داره از دست میره باید جراحی بشه جراحی الان؟ تو رو به خدا یه جوری به دادم برس خواهر حواس بکش حواست مامانه امیر ملیحه داره از دست میره نفس بکش بشار بیار بابا اینجوری دور بیار به خوده آه 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 دور بزن پاشکو خانم بگرده چکار کنم تو این اوضاع کاری از من ساخته نیست چه خاکی بسرم کنم خدای من نمیدونم شکو خانم ما که دستم به جایی من نیست خب چکار کنم فقط دعا کن همین بابا جون این درد بکشه برق نیست خب تازه بچه تو شکمش تابیده تو تاریکی که نمیشه عملش کرد سب کن شکو خانم خدایا
بده. چرا پاتو نشون ندادی؟ نشد دیگه، بلش کنسن یادم ره. خون داره میاد؟ نه تو فقط برو گاز بده بابا تو رو به عبالفا. حسابی گرفتار شدی نه؟ خرم شهر که رسیدیم دیگه خلاص میتونی بری به کارت. ممنون، حالی مواظب خودت باشه. تو چی کار میکنی؟ بعد برم آقا و ننه و ببرم کتاب عبدالله و برگردم. تموم کرد، فایده نداره. بچه رو باید نجات بدیم. میگرد
پر از مجروحه، یکی دوتا هم که نیستم. باید از اینجا بریم، بریم یه جای امن. این همه مجروح رو بذارم بیام؟ تو که نمیدونی اینجا چه خبره. اینجا از اونجا بدتر. چی بود مهران؟ الو مهران، صدام نمیرسه. بگو گوشم با تو. مهران من حالم خوب نیست، اینجا قیامته. من نمیتونم بیام، تو میخوای بری برو، برو اهواز. اوضاع که آروم شد من خودم رو میرسونم. چیکار میکنی؟ میری نمیری؟ تکلیف رو مشخص کن. برم تنها؟ الو مهران،
خانم بیان برین، شوهرتون خوب نیست. شوهرم کجاست؟ بردنش، اینجا خطر داره خانم، بیان برین. آقای رضایی منش، میبخشید معطل شدیم. اونطور که ما بررسی کردیم، اسم و مشخصات شما از طرف عراق به صلیب سرخ اعلام نشده. برای همین نتونستیم خانوادتون رو برای استقبال خبر کنیم. Thank you.
رضا اینجا چی میخوای؟ حالت خوبه؟ خوب. ما چند نفس افتادم. پاش پاشو بریم کار داریم. کجا؟ خونه ما. بازار صفا کردم برات عروس. خونه با چی زده؟ خمپاره بوم. چه فرقی داره؟ از حاجی و مادرت هم هیچ اثری پیدا نکرد. ببین رضا، دلتو بسپر به خدا، جون محمود خم به ابرو نیادا. بابا ما هر شب جمعه برات فاتحه میخوندیم، کی فکر میکرد یه روز برگردی؟ شاخ نباد. باشو بچه ها میخوام ببیننت. باشو بریم، بچه ها منتظرم. تو رفیقت میخواد. او خانم دکتر یادت تو بیمارستان؟ زن اون که بالای خونه تو مطب داشت؟ شوهرش تو بمبارون شهید شد. چه حالی داشت خانم دکتر اون شب تو جمعیت؟ الان کجان؟ اوه چه میدونم، 9 سال یعنی دقیانوس. وقت گرفتم دستتو نشون بدم. اسمش چی بود؟ کی؟ خانم دکتره؟ یادم نیست، اهل جنوب نبودن. چطوری میشه پیداش کرد؟ کاری نداره، خوب همه دکترها نظام پزشکی دارن. ماشین سالمه؟ ها؟ به چند روز میخوامش. کجا؟ اداره میخواد برات مراسم بذاره. باشه بعد. خوشبختانه مطب این خانم دایره. بفرمایید، خواهش میکنم. البته در مشهد. شما اگر بتونید از ستاد امور آزادگان نامی بیارید، من میتونم آدرس و محل دقیق کارشونو به شما بدم. مشهد؟ خدافظ. سلام، سلام بهت اومدی. خانم رضی یه وقت برای خانم بذارید. بله، سلام. ببخشید یه چند لحظه. خواهش می‌کنم تشریف داشته باشید، من برمیگردم. ببخشید خانم دکتر، کی تش میاره؟ معلوم نیست آقا، بستگی به کارشون تو بیمارستان داره. کدوم بیمارستان؟
مریض پریمنت شده اتاق آمد کفلین براش نوشته حتما پیسه داشته خانم انصر من شکم اولشه تو رو به خدا آقا ناراحتی نداره اتاق عمل دیگه زرم اتاق عمل ندیده است خانم یا امام رضا تو رو به خدا کجا آقا؟ زنم خانم بزنم انتظار چشم مشکلی بشه مده؟ نه آقای صفایی بچه تون به دنیا آمد چشمتون روشن دختره آقای دکتر نصرانی اورژانس نوبخ بله سب کنی تشریف میارن هنوز تو اتاق عمل هستن اینا خودشون اومدن سلام خواهم دکتر دست شما درد نکنه خیلی ممنون من نمیدونم با چه زبونی از شما تشکر کنم شما به من و همسرم زندگی دوباره داده زنم حالی چطوره خانم اجازه هست؟ سلام سلام منو به جا آوردی؟ بله ولی باورم نمیشه شما زنده این؟ آه پس این همه مدت کجا بودیم؟ عراق اسیر بودیم؟ بله پس اون جنازه تو ماشین شما نبودین؟
کاش بود. کی آزاد شدیم؟ 10-15 روز. چطوری باور کنم؟ چی کار می‌کنی؟ هیچی. خدای من. خدا بیامرزدش دکتر مهران. شریک غمت. شما از کجا فهمیدین؟ گفتن دیگه. ناراحتتون کردن؟ آدرس منو چطوری پیدا کردین؟ نظام پزشکی. برای چی؟ ملیحه یادتون میاد؟ بچه هم؟ بچه؟ ها؟ من تا حالا سابقه نداشته خبر ناگوار از مریضان به کسی بدم. یادتون نیست؟ برق نبود موقع جراحی، سقف اتاق عمل ریخت، مریه نتونست مقاومت کنه. من سعی کردم بچه رو نجات بدم ولی متاسفم. سلام. چقدر زود اومدیش؟ شکر از مطب تماس گرفتم، منتظرتم. ببین کارت پستالم و عکس خودمه ها. بیا بریم. چی شده؟ مطب نمیری؟ نه، هر کی تلفن کرد بگو نیستم. امروز حالم خوب نیست. میدونی ساعت چنده؟ مامان خانم برام کودکانم شروع شده. لوس نشو، امروز لوس شدی. طاقه نمیداری من برم تو حیاط بازی کنم. بشین مشهاتو بنویس عزیزم. حوصلت ضرورت نقاشی کن. اون گلابی خوشگله باری کلا دختر. آقا چه نمیذارم من برم اینجا برو. میرم. دیگه داری حوصله منو سر میبری یا رو پوشتو در میاری از اتاقتم بیرون نمیای. ماما خانوم. چیه؟ چی میخوای؟ آب میخوام. وای سلام برات میارم. کلافم کردی؟ الو بعد ندار کیم. آقا نبی جان وسایل آقا رو بر اتاق 411. ممنون. خب بفرمایید. یه اتاقی بود طبقه 4 تیرا رو سمت راست. 402 خالی؟ بله خالیه. تنها هستین؟ بله. اون دو تخته است. اب نداره، همونو میخوام. عرض کردم دو تخته است. مانعی نداره. خاطرات نه؟ بسیار خوب. کار چنسه ای؟
پرده رو بکش. با تو هم سعیده؟ آروم باش. ببین شوکو جون، اگه بخوای بیش از حد احساساتی برخورد کنی به هیچ نتیجه ای نمیرسی. اصلا نمیتونم باور کنم. به هر حال اتفاقی که افتاده، تو قانوناً مادر اون بچه ای، ولی یادت باشه اداره سرپرستی تحت شرایط شناسنامه اونو به اسم تو کرده و در ضمن این بابا بالاخره پدر اون بچه هست یا نیست؟ ها؟ جواب بده. پس حقیقت رو باید پذیرفت. من بدون کی میام میمیرم. میخوای چی کار کنی؟ نمیدونم. ببین باید تصمیم بگیری. من ازت حمایت میکنم. میتونیم بزنیم زیر همه چی. از کجا که این بابا بتونه ثابت کنه پدر کیمیاست؟ ولی هست. خب ده همین. یا ما باید منافع خودمون رو در نظر بگیریم یا قبول کنیم پدر کیمیا زنده است. پس من چی؟ ببین ما باید ببینیم با چه تیپ آدمی طرف هستیم. قدم اول مذاکره است. اگه قبول نکرد چی؟ من باهاش وارد معامله میشم. قبول نمیکنه. در اون صورت راهی جز تسلیم نیست. سعید من گی؟ ببین با سرنوشت مردم که نمیشه با احساسات برخورد کرد. به خودت مسلط باش. آخه کیمیا دختر منم هست. چه قراری باهاش گذاشتی؟ هیچی. تلفن یا آدرسی؟ هیچی. هیچ. تو این مالیاتی است که ما باید شما کم کنیم. به حساب میریزی؟ به حساب میریزم. به حساب میریزم. فقط شما لطفا این سلام. در چرا بستی؟ پیش ما هم که نمیاد. خدمت میریزیم. بیا دیگه. سلام. حالا چطوره؟ طرف ما اومد یا نه؟ آقایی که با گالان تصادف کرده. شما بپر پرونده رو بیار من در جفت. میام. ایشونه؟ من میام. من میرم. باشه. سلام. شما با گالان تصادف کرده بودی؟ بله. خسارت دیدی؟ گلگیر سپر چیه؟ ما با یه خانم تصادف کردیم. میدونم من برادرشم. دستت چی شده؟ بیا بریم حالا این پرونده رو بگیرم. سلام، خسته نباشیم. لطفاً این پرونده ما رو بچه نمیای؟ ما که نمیدم خسارت بگیرم. شکو فروغ شکو سلام. سلام. پیداش کردم. سلام دایی جون. ده سلام. تو اونجا چیکار میکنی؟ چی رو پیدا کردی؟ ده زرنگی. اول باید چشماتو ببندی، حالا بازش کن. اخ جون. واقعا شرایط سختی رو گذروندی، معلومه. تحمل این همه مرارت کار هر کسی نیست. خیلیه. آره چه تو فکری؟ زندگیه دیگه، میشه متوقفش کرد؟ اسمش چیه؟ کی؟ کیمیا؟ کیمیا. ببین داداش. چی شد؟ دست درد گرفت؟ ببخشید. ببخشید. اصلا دست چی شده؟ نازش از سه سارته برای وقتا تیر میکشه یادم نره. من حال روزتو خوب درک میکنم. راستش از اینکه کیمیا از نعمت داشتن پدر برخوردار شده کلی هم خوشحالم، ولی میدونی شکوه بیشتر از یه مادر به کیمیا وابسته است. اونم خیلی مصیبت کشیده مثل خودت. راست. یه گوهری مثل مهران رو از دست داده. خیلیه.
نه؟ مثلا همه زندگی شد وقف این دختره کرده. ولی با تمام این احوال از نظر من این آینده کیمیاست که مهمه و نقش شما این وسط خیلی تعیین کننده است. میتونم ببینمش؟ خب آره، من مخلصت هم هستم، ولی باید ببینیش دیگه. فروغ چرا اینجا نشستی؟ چی شد؟ چه نمیام؟ نمیدونم. آره تو چرا ماتم گرفتی؟ چیکار کنم؟ بخندم؟ نه، برای آبروریزی هم نکن. برای چی دعوتش کردی؟ بابا بچه‌شه. تو هم که دیگه چی؟ چی میخوای بگی؟ هیچ، هیچ. شب گرفتاری شدیم. فروغ جون تو رو خدا بس کن، بس کن. بچه رو معطلی؟ بایشون لازم خوشگله. بله چه جورم، مثل پریای دریایی شدی. این چه دستیه؟ بوده برو بشور آبرون رو برد. شکو چرا نمیای؟ خودت ببرش. این چه رفتاریه؟ مگه ما با هم قرار نذاشتیم؟ تنها هم بذار سعید. خیلی خوب، ولی اینو بدون، بدون حضور تو صحبت من با اون بیفایده است. خواهش میکنم وقتی حالت خوب شد باشه بیا پایین، به خاطر کیمیا. حالا شدی دختر خوب. اول سلام میکنی؟ آخه چی بگم؟ خجالت میکشم. چیزی نیستی که از اون شعراتو بخون. بودو بودو بریم. ایشون همون آقایی هستن که راجبشون صحبت کردیم. این خانمم که کیمیاست، ممتاز و با ادب و خواهرزاده بنده. دایی جون حالا شما برید از عمو پذیرایی بکنید تا من بیام. کیمیا آقا را کیمیا سیزه دلم بابا چرا گریه میکنی؟
مامان تو رو خدا گریه نکن. کیمیای من مامان. ایدا سلام بابایی، سلام بابایی. آقا بله اجازه است؟ سلام بفرمایید. سلام خوش اومد. دستتون چطوره؟ خوبه بفرمایید. اینجا راحتی؟ خب آره. قبلا مشهد اومدیم؟ آه بفرمایید. خلاصه باید ببخشین ما اینجا وسیله پژواکی نداریم. مهم نیست اگه غریبه نیست. شکوه با یکی دو تا دکتر صحبت کرده راجع به دستت. ممنون شما به زحمت افتاد. نه اصلا اصلا شرمنده. راحت باش. دیشب تا صبح نخوابیدم. همه دوچار استیصال شدیم. متاسفم. خب میخوای چیکار کنی؟ نه نمیدونم. ببین توی این ماجرا طرفی باید از خودش انعطاف نشون بده که خسارت کمتری میبینه. آینده کیمیا که نباید تحت تأثیر مشکلات گذشته ما قرار بگیره. اون تو ناز و نعمت بزرگ شده. مادرش جراحه. تو که راضی نمیشی امنیت جگرگوشت به خطر بیفته. کاش ندیده بودمش. حالا که دیدیش به سرنوشتش فکر کن. اون بچه شاید پدرشو به دست بیاره ولی مطمئنن خیلی چیزا رو از دست میده. میدونی زندگی چند نفر بستگی به تصمیم تو داره؟ من، شکوه، زنم، کیمیا. داخل یه چیزی بگو. مگه تو پدرش نیستی؟ میتونی بری شکایت کنی، برو دادگاه، حق تو میدن. ولی مطمئن باش اگه شکوه هم بگذره من نمیگذرم. این چیه؟ بنویس. چی؟ تو هم بالاخره باید زندگی کنی نه؟ من زندگی تو تضمین میکنم. با چه مقدار؟ هر چقدر که بخوای. چقدر؟ سفید امضا کردم. هر چقدر دوست داری بنویس. بابت چی؟ بابت چی؟ یکودی بابات خادو باشه با بلنشو عزیزم. الان چه وقت خوابه؟ وای وای چه کاری بدی بلنشو دختر بهبود داری.
کیمیا برو تو اتاق، توصله ندارم. وای که بد اخلاق، اخ نکن، بلنش صورتت بجور، لبخند بزن. کیمیا سرم درد میکنه، راحتم بذار. امکان نداره، امکان نداره، یکی تو اتاق من منتظر شماست، باید یه ببینید، نمیدید چقدر باونم اگه. کی؟ باید خودت ببینیش، باید خودت ببینیش. یکی 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 کیمیا بایستو من فکر میکنم قابل مداوا باشه. فکر نمیکنم. چرا؟ دکترای صلیب سرخ عملم کردن ولی خونه شد. خانم دکتر انصاری آمدن؟ نه خیلی خانم دکتر. باید ببینیم نظر دکتر چیه. یه وقت موزه هم کارتون نباشه؟ نه اصلا. ببین من این مدت خیلی فکر کردم، به هر حال ما آدم های بالغی هستیم. درست. گاهی وقتا آدم عکس العمل هایی ازش سر میزنه که دست خودش نیست. من همیشه یه جوری سعی کردم که تو زندگیم از دروغ گفتن پرهیز کنم، اگرچه یه وقتا. ولی خب گفتی. ترسیدم. از چی؟ من قانونن مادر اون بچه‌م. کیمیا خونه که؟ اون منو مادر خودش میدونه. پا ملیه چی؟ اون که دیگه وجود نداره آخه. بچه را میگفتین وجود نداره. خب راجب همین بود که دروغ گفتم دیگه. آقا معذرت میخوام. ولی در مورد ملیه شاهد فراوونه، من که تنها نبودم. شما میگی من چیکار کنم؟ کیمیا رو فراموش کن. شما جای من بودی همین کاری میکردی؟ من؟ ها مسئله اینه آخه تو چه میدونی که به سر من اون بچه چی اومد؟ کیمیا میتونست الان نباشه، من اونو از وسط آتیش خون نجاتش دادم. خب کار شما درست، تحسین میکنم، این فداکاریه. همین؟ کار دیگه ازم برمیاد؟ نه ولی میتونی با آیندهش فکر کنی، تو میتونی خوشبختش کنی؟ میتونی آرزوهاشو برآورده کنی؟ چرا میخوای همه چیزو به هم بریزی؟ تو که معنی از دست دادن خوب میفهمی. نزار زندگیم تباه بشه. همه امید من کیمیاست. خواهش میکنم اینو بفهم. برمیگردم تا دکتر بیاد به حرفان فکر کن.
سلام مادر خوبم، از اینکه تو دفتر مشقم نامه رو نوشتم منو ببخش. میخواستم حتما اونو بخونی. خجالت کشیدم باهات حرف بزنم. دیشب میخواستم نقاشیمو نشونت بدم ولی تو خواب بودی. تو خواب گریه میکردی، حرف میزدی، منم گریم گرفت. الان چند روز رفتارت عوض شده، همش بد اخلاقی میکنی، الکی میخندی، اصلا حوصله نداری. کاش میدونستم تقصیر کیه. میترسم دیگه منو دوست نداشته باشی. بیای با هم بریم مسافرت. باشه بعد بذار تو اتاقم میام. آقای مهندس تلفن. بله. الو سلام. شما؟ رضای منش هستم. قرار بود که قرار بی قرار آقا. بالاخره کار خودتو کردی. چی شده؟ بهت مشته بده. طرف دعوات بر اثر شوک مغزی توی بیمارستان بستری شده. بیمارستان؟ اصلا جای نگرانی نیست. تو با آرزوت میرسی. وقت کیمیا در بس مال توه. الو الو حالش کردم بوده خیلی بهتر. این دکتر هدایتی ده همین ده دقیقه پیش اینجا بود، چکش کرد رفت. آره الان خوابه. آره آره بفرمایید آقا، با کی کار داشتی؟ ایشون با منه. چی شده؟ سمت راست اتاق اول.
دارین چیکار میکنی؟ شکو؟ شکو در باز کن. کیمیا؟ پروگرام ها در بزه. شکو؟ کیمیا؟ شکو؟ کیمیا در باز کن. با تو هم چیکار داری میکنی؟ میرم تا دیگه من دوست نداری. خواهش میکنم. شما حالی که خوبه؟ چیکار داری میکنی؟ مامان تو رو خدا. کیمیا؟ آقا کجا داری میری؟ بازم برم. رو کنار، اون دیگه به ما تعلق نداره، میفهمی؟ اگر حیا اجازه میداد حرفم را رو در رو میزدم. عمریست در سایه سنگی دیوار صبوری کردم و معنای یافتن را در طعم از دست دادن دریافتم. شکوه، تو کیمیا را در میان آتش و خون با آغوش مادرانت فشردی. پس به حرمت نام عزیز مادر سلام. حالا دیگر چه فرقی داره؟ چه کیمیا در مشهد، چه کیمیا در جنوب. خواهرم، ای تو بهترین مادر، پاره تنم را به خدا و به مهربانی مادرانت می سپارم. سهم ما هم فقط یک یادت به خیر ساده. با امید روزی که تبسم عشق را در سیمای مادرانه کیمیا ببینم. ودایی در بین نیست، که این آغاز سلام است. رضا رضای من. Thank you.
بگیرم.